بنام خدا و با عرض سلام شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. 8 هراس افغان در جریان عملیات موسوم و ذوالفقار دو در کندز کشته و 18 تن دیگر آنان زخم برداشتند. این تلفات بر هراس افغانان در جریان یک شبانه روز گذشته وارد شده است. عملیات مشترک ذوالفقار دو که در آن نیروهای پلیس ارتش و نیروهای کماندوی ارتش اشتراک دارند، از دو روز به این سو در مربوطات ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز آغاز شده است. جاوید سلیم مسئول مطبوعات لوای اول کماندوی ارتش گفت 4 تن از فرماندهان مشهور هراس افغانان مشمول ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نیز در شمار کشته شدگان بودند. رئیس جمهور کرزی در بیانیه رادیویی‌اش ابراز امیدواری کرده است که شهروندان کشور در 24 جوزا که روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است اشتراک کنند و به نامزد دلخواهشان رأی بدهند. آقای کرزی با خرسندی از اشتراک گسترده مردم در دور اول انتخابات در 16 عمل، رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی در 24 جوزا را نیز برداشتن چندین قدم دیگر به سوی ثبات و امنیت بهتر و نهادی نشدن دموکراسی و مردم سالاری در کشور دانسته است. آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز کامیابی افغانستان و روز حرکت به طرف آینده درخشان و با سعادت و برای صلح و ثبات افغانستان بدانند، برای این بیرون و به کاندید دلخواه خود رای بدهند. تکرار میکنم همتاران عزیز، برای این بیرون و به کاندید دلخواه خود رای بدهیم و افغانستان را سرفراز و کامیاب و به طرف آینده خوش سوق دهیم. رئیس جمهور کرزی بر هماهنگی و همکاری نزدیک میان نهادهای امنیتی کشور و کمیسیون انتخاباتی تاکید کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است آقای کرزی که در نشست به منظور آمادگی های امنیتی برای برگزاری دور دوم انتخابات سخن می گفت افزود باید تلاش کنیم تا اشتراک مردم در این دور نیز گسترده باشد و زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف و عاری از مداخله فراهم شود. رئیس جمهور کرزی همچنان گفته است که به خاطر جلوگیری و حفظ بی‌طرفی مقام های دولتی در انتخابات به زودی فرمان را صادر خواهد کرد. و اتحادیه اروپا از بازداشت های سیاسی در تایلند ابراز نگرانی کرده است. کاترین آشتون مسئول سیاست گذاری های خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه گفته است که این اتحادیه با نگرانی تحولات جاری در تایلند را دنبال می کند. آشتون افزوده است که اتحادیه اروپا از رهبری نظامی تایلند می خواهد تمام کسانی را که به دلایل سیاسی طی روزهای اخیر بازداشت شدند رها کرده و سانسور را از میان بردارد. این در حالی است که حکومت نظامی تایلند روز گذشته ده‌ها تن دیگر را بدون اتهام در مکان های نامعلوم بازداشت کرد. این بود فشرده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. از امرایتان سپاس. خدا نگهدار.